با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: چند پارچگی طالبان و فرصت سوزی حکومت افغانستان. آیا حکومت از فرصت به وجود آمده پس از مرگ ملا عمر استفاده خواهد توانست؟ اکثریت قماندان های داخلی از رهبری مختار محمد منصور بیعت نمی کنند. عدم حضور ملا محمد عمر مشروعیت جنگ را از خود طالبان برداشته است. نبرد بدون جغرافیا یا کشاندن جنگ از درون به مرزها. سرپرست وزارت دفاع میگوید جنگ از روستاها باید به مرزهای کشور برده شود. ما چطور میتونیم که این جنگ از این کوچه ها بکشیم، از این خانه ها بکشیم، از این خریه ها بکشیم و بریم در دفاع سرحدات کشور خود. مبارزه با فساد اداری، شعار بدون عمل حکومت وحدت ملی. روند مردمی مبارزه با فساد کار حکومت وحدت ملی را در پیکار با فساد اداری ناامید کننده خواند. عاملین در ترازی اول و درجه اول فساد باید مجازات شوند و در برابر اینا هیچ دونه به اصطلاح ارفاق صورت نگیرد. و ساخت تلسکوپ 500 متری چینی برای بررسی جهان و هستی. به نام خدا و شب شما بخیر. سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان را فریب خوردگان میگوید. آقای استانگزی از اعضای طالبان میپرسد بر کسانی که آنان را فریب دادند چگونه دوباره اعتماد میکنند. در این حال برخی از آگاهان میگویند که حکومت وحدت ملی از فرصت به وجود آمده به گونه لازم بهره برداری کند و نگذارد طالبان بار دیگر منسجم شوند. اکنون شاید بسیاری از اینان درک کرده باشند که دیگر ملا عمر وجود ندارد و درباره گماشته شدن رهبرشان اختلافهای زیادی وجود دارند. پرسش بنیادی این است که پس از پخش خبر مرگ ملا عمر، آیا اینان زیر یک چتر فعالیتهایشان را به پیش خواهند برد؟ اکثریت قماندان های داخلی از رهبری مختار محمد منصور بیعت نمی کنند. عدم حضور ملا محمد عمر مشروعیت جنگ را از خود طالبان برداشته است که دیگر او مرجع فتوا از بین رفته است. اما آیا پس از ملا محمد عمر طالبان ناتوان خواهند شد؟ ای ربانیم که معلوم شوه که آیا اینا در جنگ نقش داشتن و کسای دیگر بودن که جنگ ادامه می دادن. باید قضاوت او وقت بکنیم که به او حقیقت و صورت بسیار واضح و روشن برسیم که افغان ها نبودن، کسی دیگر بودن که جنگ ادامه می دادن. یکی از خواستهای مهم این است که حکومت وحدت ملی برای دستیابی به صلح هر آنچه در توان دارد باید انجام دهد و از فرصت به وجود آمده به گونه درست سود ببرد. نهادهای امنیتی افغانستان به خصوص سرقماندان اعلی از خواب غفلت بیدار شوند. وقت کار است که اینا از این خلا استفاده بکنند، در بین طالبایی که فعلا سه پارچه شده اینا نفوذ بکنند. به هر شکل اینا حداقل میتونند دو گروه از به حکومت افغانستان در رابطه با صلح نزدیک بسازند و یک گروه دیگه خود به خود در انزوا قرار میگیره و اونا شکست خواهد کردن. اما ملا عبدالمنان برادر ملا محمد عمر هر گونه بیعت این گروه را با کسی رد میکنند. موږ نه د چا سره بیعت کړی او نه هم د اختلافات په صورت کې د چا سره بیعت کولو ته آماده یو، او د علما کرامو څخه مو خصوصي غوښتنه ده چې په طرف کې د بریدو پر ځای او یا د کوم چا سره د بیعت کولو پر ځای دي د اختلافات په حل کې کوشش وکړي. وزارت دفاع ملی طالبان را فریب خوردگان بیش نمیداند. باز رهبران این گروه پرسش هایی هم دارد. از اونایی سوال بکنیم که چرا با مو کسایی که همراهشان یک جای بودن برای از وا دروغ گفتن، چرا فریب دادن؟ آیا در اسلام فریب است؟ و کسایی که فریب میتن چگونه دوباره بالای از او باید اعتماد صورت بگیره؟ آگاهان به این باور هستند که نبود ملا محمد عمر دریچه گفتگوهای سال را بیشتر باز کرده است، زیرا در نبود ملا محمد عمر در میان این گروه چند دستگی هایی به میان خواهد آمد و بخش از این گروه علاقمند پیوستن بروند سال خواهند شد. دیده شود که از این فرصت به میان آمده حکومت وحدت ملی چگونه استفاده خواهد. برای بحث بیشتر باقی سمندر فعال مدنی اینجا در استودیو. خیلی خوش آمدین آقای سمندر. خوش باشین. چرا حکومت از اختلافات پیش آمده در رده های اولیه طالبان تا هنوز بهره برداری لازم را نکرده و ظاهرا خاموش است؟ حالا تازه ترین اعلامیه مطبوعاتی که از دفتر رئیس جمهوری آمده گفته که
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحولات اخیر را زیر نظر دارد. فکر میکنین کافی بوده در این حد واکنش دولت افغانستان؟ سلام به شما، سلام به همکاران شما و سلام به همه بیننده ها. چیزی که ارک بیان میکنه وقتش این است که زیر نظر نداره. حتی اینا شما به خاطر دارین که وقتی ملا عمر گویا داخل گیومه یک پیام رو یک بر خاطر اید اینا استقبال کردن، برای اینا ملا عمر زنده بود. وقتی اعلام میشه ملا عمر مرده اینا شک دیدن، اینا نمیتونن. دلیل به این است که در داخل افغانستان ما بارها گفتیم که ستون پنجم ایسای بسیار قوی کار میکنه و وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان، پلیس ملی است که هوشیارتر و بیدارتر باشن که اونا بازی ندارن. بله، در چه ردی شما ادعا دارین که ستون پنجم حضور داره؟ ببینین، وقتی که صدا از شورای صلح میبره برای ملا عمر فاتحه میگیرن، وقتی که یک کاغذ از دفتر مثلا حقوق بشر میبره برش فاتحه میگیرن، زمانی که آمدگی در کدام مسجد فاتحه میگیرن، زمانی که آمدگی برن که برای ملا عمر جسدش بس لایقدر مقدس زن که او آدم خوب بود، و فراموش میکنن که حداقل 74,000 انسان در طی چند سال اخیر بساس روایت ملل متحد کشته شدن، 17,000 نفر از این کشته شده، دیگه زخمی است. اینو فراموش میکنن، میخوان مردی را که از پر قوک در سبکتر است برای مردم آسان مثل یک تپک خاکی گرنگ بزن، یا تو چیز نیست. هرگز رئیس جمهوری آسان میتونه به صراحت زیر نظر نگره بفهمه که در بین طالبا سه تا شق وجود داره: شق کویته، شق پشاور و شق دوهر. آقای سمندر، فکر میکنین واقعا حکومت اطلاعات لازم را نداره، توانایی نداره، و یا اینکه واقعا ارادی وجود نداره؟ کدام یک؟ اراده که با تاسف وجود نداره، به خاطر اینکه کمپاین و تبلیغات سازمان‌های استخباراتی کلگی MI6 پدر ISI و ISI نفسان بسیار قوی است. از یک طرف کلگی را مصروف طالبان کرد، طرف دیگر داعش آورد، خبر دارن که بیرق داعش چیست؟ لا اله الا الله. میفهمید چیست؟ الله رسول محمد. این هر مسلمان میگه کفر مطلق است. شما بیرق طالب ببینین یک چیز است، اما بیرق سفیدشان که سیاه میشه نشست لا اله الا الله، الله رسول محمد. این کفر مطلق است که خدا فرستاده محمد است. و اینجا هم سازمان علمای افغانستان خاموش است، هم ریاست امنیت خاموش است، هم وزارت داخله هم وزارت، چون که قضایا را نمیبینن، آنچه فکر میکنن. خب حالا اگر متمرکز شویم به بحث مرگ ملا عمر و واکنش ها در این پیوند، چه کار حکومت افغانستان میتونست پس از انتشار خبر، البته که دو سال پیش ملا عمر مرده، حکومت حالا خبر شده، چه کار حالا میتونه انجام بده و استفاده بکنه؟ ما گفتم یک پر قوار سبکتر مرگ از او بود، رفت پشت کار خود. دو سال از مرگش که تیر میشد، دو سال در افغانستان، ولی این میتونه یک فرصت برای حکومت افغانستان باشه. دو سال پیوسته ISI در افغانستان انفجار کرده، اندهار کرده، راکت در جا میزنه، کابل مانده، هلمند مانده، آل در بدخشان شروع کرده. اینا باید بیدار شوند، دل خود خوش نکنن که ما بیدار هستیم، لاف برای مردم نزنن. برای مردم باید که این میاله طالب دشمنت است، سبا دشمنت است، پس فردا دشمنت است، برای اینکه ISI در اینجا دنبال منافع خود است. ولی آیا این حکومت طالب را واقعا دشمن میدانه؟ خب رئیس جمهور مخالفان سیاسی گفته، برادران ناراضی گفته. با تأسف که در داخل افغانستان سازمان استخباراتی پاکستان ISI که چوچه MI6 انگلستان است بسیار فعال است، در بین علما کار میکنه، در بین دانشمندا کار کرده، در یونیورسیتی کار میکنه، در فکولته کار کرده، در جبهه جنگ کار کرده، اینا با یک قطعه بازی نمیکنن. بس لای قطع بازا یک قطع 52 پر دارد سی تا جایکر، یا جایکرهایشان بازی مانده، یا باید بازی رو یاد بگرن و بر مردم هستن، خصوصا برای نیروی امنیتی افغانستان بگرن که فریب نخورین. پلیس افغانستان بیدار شو، وزارت دفاع بیدار شو، نیروی امنیتی افغانستان بیدار شو. چطور امکان پذیر است اگه یازی نظارت داشتن که وقتی که گویا یک پیام ملا عمر برای ایداد از درون ارک تقدیر شد، واه واه چه خوب کارهای خوب کردن و چطور چکار تقدیر کردن ملا عمر. ملاوانه که وقت مرده استخوانهایش خاک شده، اینا خبر نداشتن، برای تو پیام رو یکن از پیامش تبریکی اعلان کردن. من فکر میکنم ما باید با مردمان رک و راست صریح بگوییم، شفافیت داشته باشیم. مردم آسان این ضررها، این نقصا، این ناتوانی ها در دستگاه اجرایی افغانستان است، در دستگاه استخباراتی است، این را برات مرتفع کنن و وقت است که اینا درک کنن بین بچه ملاوانه و
و بین کسی که جانشین مثلا ملا انور شده و بین شورای کویته و بین شورای او کسی دیگه که مرده به نام حقانی و دوها جنجال است. یعنی این وقت است که در بین انگشتر یا این رقمی چی بانه این رقمی کیل یا مثلا فانه وانده برای این را پچک کنه که دردائش در آسمان برسه پودشان مردم در خاک بماله که دیگه نتونه افغانستان میدان جنگ استخبارات شوه. یه حق مردم هستند بگه زندوات آزادی، مرگ برای ایسای، مرگ بر MI6، مرگ بر جنگ افروزا. یه حق مردم است که بگه جنگ تحمیلی را با جنگ جواب میتیم. در دان از اینا که مشت و که گوله میتیم افغانستان را، شرف افغانستان را، عزت افغانستان را، حیثیت افغانستان را و قارش نگاه میکنیم. ظاهراً ایت حکومت افغانستان هنوز هم آماده است تا بره با طالبان گفتگو بکنه در پاکستان. فکر میکنین این راه پس از این نتیجه بخش خواهد بود؟ شاعر قدیما گفته ترسم نرسی به کعبه ای عربی. این راه که تو میری به ترکستان است. اینا چند دفعه 13 سال است تکرار کردن، با 13 سال که تکرار میکنن با مردم بگن که وظیفه سرباز افغانستان، خصوصا نیروی امنیتی افغانستان و پلیس این است که از وجب وجب برست برست خاک افغانستان دفاع کنه. بر روشن فکر افغانستان این وظیفه است که در دامن ستون پنجم ISI و MI6 نفت وظیفه روشن فکر نخبه مدنی افغانستان این است که به دامن سازمان های استخباراتی نفت استخبارات افغانستان میتونه بیدار شود، هوشیار شود. 4 تا دیروز بی خبر بود که ملا عمر مرده، وقتونیش مرده میگه پس زنده است، مرده را پس مومیایی میگن بر ما میارن. در این مملکت 2.5 سال مرده جنگیده، میفهمین مرده حکومت کرده. این چه تو سرزمین است که خاک مرده بهش پاشیده و فرزندان افغانستان در تمام جهات کشته میشه. برین ببینین در بردوت چه میشه، برین ببینین در شکاشم چه میشه، برین ببینین در جلدوز چه میشه، برین ببینین در لوگر چه میشه، برین ببینین در گردیز. خب کل جای پیشنهاد شما آقای سمندر چی است؟ خیلی کوتاه پیشنهاد من این است که مردم افغانستان باید بیدار و هوشیار باشند که تا رموش را کس خیانت نکنه، از سرزمین خود، خاک خود، شرف خود، عزت خود، حیثیت خود، وقار خود، خوار خود، مادر خود دفاع کنه، خودش به دفاع آمده باشه و دان ISI کد CIA کد MI6 در خاک بباله. افغانستان سرزمین آزادگان است و آزاده باشه. ولی وظیفه حکومت چی؟ وظیفه حکومت است که مردم فریب نده، از دام ISI و از دام ستون پنجم خود بکشه بیرون. و ما میخوایم بگویم شما به زودی شاهد خود در داخل کابل و ولایت افغانستان که اعتراضات بسیار قوی شکل خود گرفت. که در برابر چی؟ در برابر این که دولت بگوی از دامن ISI و دامن MI6 و دامن مثلا سازمان استخباراتی ستون پنجم بیرون شو. و ما براتون قول میدیم که در سراسر افغانستان اعتراض دامنه خواهد گرفت تا ISI نتونه باز در مسجد، در روی سرک، در اینجا ما به نام محافل دفاع از ملا عمر سازمانی خود پس فعال بسازه. سپاسگزار از شما باقی سمندر فعال مدنی. ممنون از تشکر از شما. سرپرست وزارت دفاع ملی بر بردن جنگ از داخل به مرزهای کشور تاکید می کند. معصوم استانگزی که در مراسم فراغت افسران ارتش ملی سخن می گفت می گوید که ادامه جنگ در داخل کشور بی نتیجه است و جنگ از روستاها باید به مرزهای کشور برده شود. جنگ در داخل کشور بی نتیجه است و باید به مرزها کشانیده شود. سرپرست وزارت دفاع کشور می گوید که جنگ افغانستان از بیرون رهبری می شود و باید با بستن دروازه های کشور جلوی این جنگ را گرفت. ما چطور می توانیم که این جنگ از این کوچه ها بکشیم، از این خانه ها بکشیم، از این خریه ها بکشیم و بریم در دفاع سرحدات کشور خود؟ نگذاریم که از اونجا داخل بیه. ما دروازه های خود در اونجا باید بند بکنیم. معصوم استانگزی که در مراسم فراغت 400 افسر ارتش ملی سخن میزد گفت که حملات موشکی بر کشور یک کار کودکانه است. با حرکات طفلانه نباید وقت خود و مشکل دیگران را بیشتر بسازند. وقت خود نباید ضایع بسازند. چون این رقم اعمال به جایی نمیرسه. در این مراسم 400 افسر ارتش ملی بعد از به پایان رساندن آموزش های حرفه‌ای به صفوف ارتش ملی پیوستند. اولا که برشان میگم که آماده سل باشند و اگر آماده سل نباشند با متو غرور و چیز شهامتی که ما در مرکز تعلیم یافتیم امروزشان مقابله میکنیم. میتونه مقابل دشمن و خوبی با پیشرفت های بسیار زیاد عالی
میتونیم امرایشان مقابله کنیم و نیست نابودشان بسازیم. امروز تا افسر اردوی ملی سند فراغت به دست آوردند. امروز که نیروهای امنیتی کشور در ولایات مختلف کشور مصروف نبرد با مخالفان مسلح کشور هستند، شاید از هر زمان بیشتر به این افسران ارتش ملی نیاز باشد. عملیات پای رئیس جمهور غنی در بیمارستان در آلمان موفقانه سپری شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در حال حاضر وضع بهداشتی رئیس جمهور در حال بهبود است. رئیس جمهور غنی 4 روز پیش برای درمان پایش به آلمان رفت و روز پنجشنبه قرار است به کشور برگردد. رئیس جمهور افغانستان به اساس مشوره دکتران معالج خود به آلمان رفته بود و جراحی کوچکی را در پایش هم صورت گرفته و از نتیجه از او ابراز رضایت میکنه. روزانه با ما در تماس است و هدایت لازم را برای ما شریک می سازد. روند مردمی مبارزه با فساد کار 10 ماهه حکومت وحدت ملی را در پیکار با فساد اداری ناامید کننده می خواند. مسئولان این روند هشدار می دهند تا هنگامی که افراد آلوده به فساد در رده های بلند دولتی حضور داشته باشند و به کیفر نرسند، مبارزه با فساد نتیجه ای نخواهد داشت. مبارزه با فساد اداری از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی بوده است، اما روند مردمی مبارزه با فساد در افغانستان کارهای حکومت را در این زمینه ناامید کننده میداند. برداشت که ما از 6-7 اولویتی که ما دادیم بر دولت که تطبیق نشده، ما ناامید هستیم، ولی ناامید به این معنا که در 10 ماه گذشته اینا نتونستن که کار کنند. در این میان روند مردمی مبارزه با فساد در افغانستان میگوید که فهرست از وزیران پیشین کابینه، معینان و رئیسان پیشین که متهم به فساد هستند بر رهبران حکومت وحدت ملی سپرده است، اما نامی از آنها نمیبرد. این روند از چگونگی مقرری ها در نهادهای دولتی زیر فشارهای سیاسی هم با شدت انتقاد میکند. مداخله های سیاسی متاسفانه تا هنوز وجود دارد. بالای وزرای جدید، بالای رؤسای جدید، از کسانی که کمپاین کردن، قماندانای جهادی که بر ما برشان بسیار احترام داریم، به این مملکت بسیار خدمت کردن و امروز هم کلمه انگلیسیش الیت میگن دیگه، هم بهترین های ما هستن، ولی فشارهای که میای از طرف از اونها متاسفانه ای دولت واقعا نمانده که با کارهایی که میخواد برسه، به تعهداتی که داره نتونسته کلش پورا کنه. و اما فساد اداری چه زمانی در نهادهای دولتی ریشه‌کن خواهد شد؟ عاملین در تراز اول و درجه اول فساد باید مجازات شوند و در برابر اینا هیچ گونه به اصطلاح ارفاق صورت نگیرد. تا به اصطلاح غارتگران و مفسدین درجه یک به مجازات نرسند، مفسدین و غارتگران درجه پایین نمیرسند. این بار روند مردمی مبارزه با فساد در افغانستان پیشنهادهایش را به نهادهای کلیدی و عایداتی برای مبارزه با فساد اداری سپرده است، به نهادهایی که به باور این روند مشکلاتی در آنان دیده می شود. فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اطمینان می دهد که طالبان به هراس افغانان توان سرنگونی حکومت وحدت ملی را ندارند. ژنرال جان کمپل می گوید که نیروهای ائتلاف با ویژه نیروهای آمریکایی نیروهای دولتی افغانستان را در نبرد با هراس افغانی تنها نخواهند گذاشت. این ژنرال آمریکایی میگوید که طالبان با ادامه نبرد پشتیبانی مردم را از دست خواهند داد و آنان باید به روند صلح بپیوندند. نیروهای خارجی در چارچوب پیمانهای امنیتی کابل با واشنگتن و ناتو پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا شکست هراس افغانی ادامه خواهند داد. فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که پیروزی نیروهای امنیتی افغانستان پیروزی نیروهای آمریکایی است. پیروزی نیروهای امنیتی افغانستان پیروزی نیروهای آمریکایی است. تا دشمنان نتوانند حکومت مشروع وحدت ملی را سرنگون کنند و آنان نخواهند توانست. امید است تا ماموریت کنونی ما باعث پیشرفت هرچی بیشتر حکومت و مردم افغانستان شود. از دیدگاه این جنرال 4 ستاره آمریکایی، کار برای نیروهای آمریکایی در افغانستان تمام نشده، زیرا ماموریت آنان در یک مرحله مهم قرار دارد. جنرال جان کمبل طالبان را یک گروه متلاشی خطاب می کند و از اعضای آن می خواهد تا به روند صلح بپیوندند.
طالبان در حال بازنده شدن هستند. این گروه متلاشی شده و پشتیبانی مردم را برای فعالیت‌های شورشگرانه‌شان از این هم از دست خواهند داد. پس آنان باید به فراخوان رئیس جمهور غنی برای پیوستن به روند صلح پاسخ مثبت بدهند. هم‌اکنون نزدیک به 13,000 نیروهای آمریکایی و ناتو ماموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهند. تا لحظات دیگر تأکید جان کری بر مهار تهدید نیروهای داعشی. باز هم خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا تهدیدهای برخواسته از داعش را جدی می‌خواند. جان کری که امروز در قاهره سخن می‌گفت می‌گوید که هرچند پیکار ائتلاف جهانی بر رهبری آمریکا در برابر داعش دستاوردهای داشته، اما هنوز هم نیاز است تا برای ریشه‌کن ساختن این گروه تلاش‌های بیشتر انجام شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ادامه پیکار ائتلاف جهانی را در برابر جنگجویان داعش یک نیاز جدی می‌داند. جان کری که در ادامه سفرش به خاورمیانه به روز یکشنبه در نشست در پایتخت مصر حضور یافت، بر ریشه‌کن ساختن داعشیان تاکید می‌ورزد. جان کری می‌گوید که مصر نقش سازنده‌ای را در پیدا کردن راه حل به مشکلات منطقه‌ای و جهانی بازی کرده است و این نقش ستودنی است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می افزاید که واشنگتن خواهان گسترش روابطش با قاهره است. تمرکز ما بر داعش به گونه ژرف ادامه خواهد یافت و ما به این باور هستیم که در پیکار با داعش به پیشرفت های دست خواهیم یافت. ائتلاف جهانی که بیش از 60 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا عضویت آن را دارد، از بیش از یک سال به این سو مشغول حمله های هوایی بر جنگجویان داعش در عراق و سوریه است. اما هنوز هم تهدیدهای برخواسته از این گروه جدی گفته می شود. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از پایان سفرش از شهر قاهره از قطر نیز دیدار کند. هدف این سفر جان کری از میان برداشتن نگرانی ها درباره توافقنامه هسته‌ای امضا شده میان ایران و گروه 5 به اضافه یک گفته شده است. یک تلسکوپ رادیویی کروی شکل 500 متری در چین ساخته شده است. سطح گیرنده این تلسکوپ به اندازه 30 میدان فوتبال است و در ایالت جنوب غربی کویژوی چین قرار دارد. مقام های چینی میگویند که این تلسکوپ به دانشمندان کمک خواهد کرد تا پژوهش های بیشتری را درباره چگونگی به میان آمدن و تکامل جهان انجام دهند. تا لحظات دیگر گل ریحان در کشتزارهای کوکنار. باز هم خوش آمدید. و کشت گل ریحان در ولایت هلمند گسترش یافته است. شماره از کشاورزان این ولایت میگویند که با توجه به تقاضای زیاد بازارهای جهانی به گل ریحان، امسال در زمینهایشان به جای کوکنار گل ریحان کشت کردند. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری هلمند میگویند که سال پار بهای یک کیلوگرم گل ریحان در این ولایت تا 250 افغانی بوده است و از همین رو امسال علاقمندی کشاورزان به کشت آن افزایش یافته است. و نگاهی دیگر با چند خبر. آگاهان میگویند حکومت وحدت ملی از چند دستگی طالبان به گونه لازم بهره برداری کند و نگذارد طالبان بار دیگر منسجم شود. سرپرست وزارت دفاع میگوید جنگ از روستاها باید به مرزهای کشور برده شود. و چین یک تلسکوپ 500 متری برای پژوهش درباره چگونگی به میان آمدن و تکامل جهان ساخت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.